سخنرانی جایزه صلح نوبل لخ والسا ترجمه و تهیه آموزش کده توانا اندکی بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپای شرقی به تعبیر وینستون چرچیل پشت پرده ای آهنین محبوس شدند. در هر کدوم از این کشورها حزب کمونیست تمام امور زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در اختیار داشت و حاکمیت حزب متکی به پشتیبانی نظامی شوروی بود. قیام های خودجوش در آلمان شرقی در سال 1953 در لهستان در سال 1956 و 1970 در مجارستان در سال 1956 و در چک اسلوواکی در سال 1968 اتفاق افتاد ولی سربازان و تانک های بلوک شوروی اینها رو سرکوب کردند نخستین رخنه در پرده آهنین در گدانسک لهستان رخ داد کارگران کشتی سازی اتحادیه همبستگی را سازماندهی کردند که اولین اتحادیه سنفی تجاری آزاد اروپای شرقی بود رهبر این اتحادیه لخوالسا برخکاری بود که ابتدا در سال 1976 فعالیت سنفیش آغاز کرد. در اوت 1980 والسا که به خاطر سازماندهی این فعالیت ها از کار بیکار شده بود از دیوار کشتیسازی لنین در گدانسک بالا رفت تا 17000 کارگر رو به اتصاب دعوت کنه. اون به ریاست کمیته اعتصاب انتخاب شد و اعتصاب کشتیسازی گسترش پیدا کرد و تبدیل به اعتصابی عمومی شد. این موفقیت همبستگی رو به عنوان یک اتحادیه استقرار بخشید و والسا رئیس اون شد. دولت لهستان دستمزدها رو بالا برد، وعده آزادی سیاسی و دینی بیشتری داد و حق اتحادیه رو برای سازماندهی کارگران به رسمیت شناخت. این دستیافتهای چشمگیر ناگهان در روز 13 دسامبر 1981 پس گرفته شدند. دولت لهستان اعلام حکومت نظامی کرد. همبستگی رو غیرقانونی اعلام کرد و بیشتر رهبراش رو دستگیر کرد. والسا حدود یک سال در بازداشت بود و بسیاری از فعالان همبستگی یک انجمن زیرزمینی ایجاد کردند که روزنامه ها, کتاب ها، و سخنرانی های خودشو داشت. طی پنج سال بعدی همبستگی زیرزمینی باقی موند. در سال 1983 والسا به خاطر دفاع شجاعانش از آزادی در لهستان جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد. در سال 1989، عمیق شدن بحران اقتصادی باعث شد که حزب کمونیست لهستان همبستگی رو قانونی اعلام کنه. مذاکرات منجر به نخستین انتخابات آزاد کشور بعد از جنگ جهانی دوم شد. به همبستگی اجازه داده شد که بر سر تنها 35 درصد از کرسی های پارلمان رقابت کنه ولی به چنان پیروزی چشمگیری دست پیدا کرد که از اون برای تشکیل یک دولت اعتلافی با کمونیستها دعوت شد. مشروعیت یافتن همبستگی و ورودش به فرایند سیاسی گروه های مخالف ضد کمونیستی رو در سایر کشورهای اروپای شرقی تشویق کرد وقتی که میخائیل گورباچوف نخست وزیر اتحاد شوروی روشن کرد که اتحاد شوروی در امور داخلی متحدان پیمان ورشو دخالتی نخواهد کرد همه رژیم های اروپای شرقی جز آلبانی در پاییز سال 1989 در پاسخ به مطالبات مردمی برای برگزاری انتخابات آزاد و نظام چند حزبی سقوط کردند در بعضی کشورها مثل بلغارستان حزب کمونیست نامش را عوض کرد و در انتخابات برنده شد ولی بیشتر کشورهای دیگه احزاب مخالف رو انتخاب کردند و به قدرت رسوندن در سال 1990 والسا به عنوان رئیس جمهور لهستان انتخاب شد متنی که در ادامه میاد سخنرانی جایزه صلح نوبل لخ که توسط همسرش دانوتا در سال 1983 قرائت شد در اون زمان همبستگی هنوز غیر قانونی بود و والسا بیم داشت که اگه شخصا برای قبول جایزه از کشور خارج شه به اون اجازه ورود دوباره نده من متعلق به ملتی هستم که طی قرنهای گذشته دشواری و پسرفتهای بسیاری را تجربه کرده وقتی که ارتشهای مهاجم از مرزهای لهستان عبور می کردن و حکومت فرمانفرمای کشور مجبور به تسلیم در برابر قوه قهریه شد جهان در سکوت یا فقط با دلسوزی تماشاگر بود تاریخ ملی ما بسیاری اوقات زمیر ما را آکنده از تلخی و حس استیسال کرده اما این خود بالاتر از هر چیزی درس بزرگی از امید بود با سپاس از شما به خاطر جایزه میخوام اول از همه سپاس و باور خودم رو ابراز کنم که این جایزه امید لهستانی ها رو تقویت میکنه امید ملتی که در سراسر قرن 19 هم حتی یه لحظه با از دست رفتن استقلال کنار نیومده و برای آزادیش نبرد کرده و در همون حال برای آزادی سایر ملت ها جنگیده امیدی که انتخابات و سقوط های اون در چهل سال گذشته یعنی طول عمر خود من نشون از تاریخ هایی به یادموندنی و پر حیجان داره 1944، 1956، 1970، 1980 و اگه در این مخته و این مناسبت به خودم اجازه میدم که از زندگی خودم یاد کنم به این خاطره که معتقدم این جایزه به من به عنوان یکی از بسیاران داده شده جوانی من در زمان بازسازی کشور از میان ویرانه ها و خاکسترهای جنگی سپری شد که ملت من در اون هرگز در برابر دشمن سرخم نکرده و بیشترین هزینه رو در این مبارزه داد. من متعلق به نسلی از کارگران هستم که در دهکده ها و قصبه های از بخش های روستایی لهستان متولد شده و این فرصت رو داشته که تحصیل کنه و در صنعتی شغلی پیدا کنه و در جریان اون از حقوقش و اهمیت جامعه آگاه شه. اون روزها روزهای بیداری و خواسته ها و آرمان های کارگران و دهقانان بود ولی سالهای جفاهای بسیار انحطاط ها و خیال های خام از دست رفتن بود در جوان سال 1956 هنوز 13 سالم نشده بود که مبارزه ناامیدانه کارگران پزدان برای نان و آزادی به خاک و خون کشیده شد رومک اشترزالکوفسکی پسر جوانی که در مبارزه کشته شدم 13 ساله بود این همبستگی بود که 25 سال بعد تقاضا کرد که به یاد و خاطره اون ادای احترام شه. در دسامبر سال 1970 که راپیمایی های اعتراضی کارگران شهرهای ساحل بالتیکو فرا گرفت من در کشتی سازی گدانس کارگر بودم و یکی از سازمان دهندگان اعتصاب یاد کارگران همکار من که اون موقع جونشون از دست دادن خاطره تلخ خشونت و ناامیدی برای من درسی شد که هرگز فراموش نخواهد شد چند سال بعد در جوان سال 1976 اعتصاب کارگران در ارسوس و رادوم تجربه تازه‌ای بود که نه تنها باور منو به عادلانه بودن مطالبات مردم کارگر و آرمانهاشون تقویت کرد بلکه نیاز فوری به همبستگی اونارم هم نشون داد این اعتقاد باعث شد که در تابستان سال 1978 به اتحادیه های تجاری آزاد بپیوندم که گروهی بود متشکل از افرادی شجاع و از خود گذشته که به دفاع از حقوق و عزت کارگران برخواسته بودند. در جویه و اوت سال 1980 موجی از اعتصابها سراسر لهستان و در نبردید. اون موقع مسئله موضوعی بسیار فراتر از شرایط مادی زندگی بود. مسیر زندگی من در زمان مبارزه منو به کشتی سازی گدانسک برگردون کل کشور با کارگران گدانسک و اشچین متحد شده توافق توافقهای گدانسک، اشچین و یاسترانبیا بالاخره امضا شدند و اتحادیه همبستگی به این ترتیب به وجود اومد اتصابهای بزرگ لهستان که حالا دربارشون سخن گفتم حوادثی بودند که ماهیتی خاص داشتند. خصلت اونا را از سوی شرایط خطرخیزی که داشتن تعیین می و سوی دیگه اهدافشون کارگران لهستانی که در اعتصاب ها شرکت می در واقع نماینده ملت بودند. وقتی مسیر زندگی خودم رو به یاد میارم نمیتونم از خشونت، نفرت و دروغ سخن بگم اما درسی که از این تجربه ها گرفتم این بود که اگر خودمون متوسل به خشونت نشیم میتونیم به نحو موثری با اون مقابله کنیم لخوالسا بخکاری در کشیسازی گدانسک در لهستان و رهبر اتحادیه سنفی همبستگی بود ضمن همصحبتی با کارگران فولاد در دروازه کشیسازی لنین در گدانسک در توافق تاریخی در اوت 1980 دولت کمونیستی قبول کرد که حق اعتصاب اتحادیه رو به رسمیت بشناسه هرچند دولت سعی کرد با اعلام حکومت نظامی اتحادیه رو نابود کنه همبستگی به عنوان یه نیروی سیاسی و اجتماعی باقی موند و ناتوانی رژیم رو برای کشورداری افشا کرد در تاریخ کوتاه اون سالهای پرحادثه توافق گدانسک به عنوان منشور بزرگ حقوق مردم کارگر متمایزه و هرگز چیزی نمیتونه اونا نابود کنه سرچشمه توافقهای اجتماعی سال 1980 شهامت، حس مسئولیت و همبستگی مردم کارگره اون موقع هر دو سو توافق کردند که اگه قرار باشه از خونریزی جلوگیری شه باید به توافقی برسن توافقی که اون موقع امضا شد الگو و تنها روش پیروی بوده و باقی خواهد موند تنها روشی که شانس یافتن راه میانه ای بین توسل به زور و مبارزه ناامیدانه را فراهم می کرد. اعتقاد استوار ما به این که حرکت ما حرکتی عادلانه است و باید راهی مسالمت آمیز برای تحقق اهدافمون پیدا کنیم این نیرو را به ما داد و این آگاهی رو به ما بخشید که از چه حدودی نباید عبور کنیم. چیزی که تا اون موقع تحققش غیر ممکن به نظر می رسید به واقعیت از زندگی تبدیل شده ما حق تجمع و گرد همایی در اتحادیه های سنفی مستقل از مقامات رو پیدا کردیم که توسط خود مردم کارگر پایگذاری شده و شکل یافته بود اتحادیه ما همبستگی رشد کرده و تبدیل به جنبشی قوی برای رهایی اجتماعی و اخلاقی شده ما نبردی دشوار برای زندگیمون داشتیم این برای کل کشور فرصتی بوده و هنوز هم هست فکر می کنم که این مبارزه همچنین مسیری رو که مقامات باید در پیش بگیرن مشخص می کنه. اگه به حکومتی فکر کنن که با همکاری و مشارکت همه شهروندان اداره شه همبستگی به عنوان یه جنبش اتحادیه سنفی در پی تصرف قدرت نبود و خواست علیه نظم قانون اساسی مستقر به پاخی زد. طی 15 ماه موجودیت قانونی همبستگی هیچ کسی در نتیجه فعالیت های اون کشته یا زخمی نشد جنبش ما با جهش ها و برگشت ها گسترش پیدا کرده ولی ما مجبور شدیم مبارزه بی وقفه رو برای حقوق و آزادی فعالیتمون پی بگیریم در این حال محدودیت خودخواسته و ناگزیرم بر خود تحمیل کردیم برنامه جنبش ما از قوانین و نظم اخلاقی بنیادین نشأت میگیره. تنها و اساسی ترین مایه قوت ما همبستگی کارگران، دهقانان و نخبگان، همبستگی ملت و همبستگی مردمیه که جویای زندگی با عزت، حقیقت و بر اساس وجدانشونن. بذارید سرپوش سکوت به زودی بر اون چه بعدن اتفاق افتاد گذاشته بشه. سکوت هم میتونه فریاد بزنه. اما یه نکته رو باید اینجا و حالا در این مناسبت جدی گفت. مردم لهستان به زانو در نیومدن و راه خشونت و خونریزی و برادر کشیرم انتخاب نکردند. ما تسلیم خشونت نخواهیم شد ما از آزادی های سنفی محروم نخواهیم شد ما هرگز به زندانی کردن مردم به خاطر عقایدشون تن نخواهیم داد درهای زندان ها باید باز شن و کسانی که به خاطر دفاع از اتحادیه و حقوق مدنی محکوم شدن باید آزاد شن دادگاه های اعلام شده یازده 11 عضو رهبری جنبش ما هرگز نباید برگزار شن. تمام کسانی که قبلا محکوم شدند یا هنوز منتظر دادگاه فعالیت سنفی یا اعتقاداتشون هستند باید به خونشون برگردن و اجازه پیدا کنند در کشورشون کار و زندگی کنند. دفاع از حقوق و عزت ما و تلاش برای اینکه هرگز اجازه ندیم مخهور حس نفرتشیم راهی است که ما اختیار کردیم تجربه لهستان که جایزه صلح نوبل نوری بر اون تابونده تجربه دشوار و تماشایی بوده اما من باور دارم که این تجربه به آینده نظر داره اون چرا که در وجدان انسانی رخ داده و روی کرد انسانی رو از نو شکل داده نمیشه ویرون کرد و از میان برداشت اینا وجود دارند و باقی خواهند موند ما وارثان اون آرمانهای ملی هستیم و به خاطر این هاست که نمیشه مردم ما رو به تودهی بی حرکت و فاقد اراده تبدیل کنن ما میخوایم با این باور زندگی کنیم که قانون یعنی قانون و عدالت یعنی عدالت که مرارت و مشقت ما معنایی داره و به هدر نمیره که فرهنگ ما با آزادی رشد و توسعه پیدا میکنه به همه اتفاقهایی که طی دو سال گذشته در کشور من رخ داده من هنوز بر این باورم که ما چاره ای نداریم جز این که به توافقی برسیم و مشکلات دشواری رو که اکنون لهستان با اونها روبروست تنها میشه از طریق گفتگوی واقعی میان مقامات حکومتی و مردم حل کرد حاب جان پل دوم در طی سفرش به سرزمین لهستان این نکته را گفت چرا مردم کارگر در لهستان و هر جای دیگری حق چنین گفتگویی رو دارند؟ چون انسان کارگر ابزار تولید نیست بلکه خود اون فاعلی است که در طی فرایند تولید مقدم بر اصل سرمایه است انسان به صرف تلاش و کارش تبدیل به صاحب و ارباب راستین کارگاهش فرایند کار محصول مرارتاش و توضیحشان می شود اون اگه احساس کنه شریکی واقعی است و سخنش در توضیح عادلانه اون چه که با تلاشی مشترک تولید شده شنیده میشه حاضر به ایسا رو از خود اما این دقیقا همون احساسیه که ما نداریم بسیار دشواره که با قلبه حس سرخوردگی تلخی و حال استیصال چیزی رو بسازیم کسی رو که یه بار از قدرت همبستگی آگاه شده باشه و در هوای آزادی نفس کشیده باشه نمیشه در هم شکست. گفتگو ممکنه و ما حق اونو داریم. دیواری که میان جریان حوادث کشیده شده نباید مانعی قلب ناپذیر شه. شورمندانه ترین میل من اینه که کشورم فرصت تاریخیشو برای تحولی مسالمت آمیز دوباره به دست بیاره و لهستان به جهان ثابت کنه که حتی پیچیده ترین وضعیت میشه از طریق گفتگو و نه زور حل کرد فکر میکنم همه ی مملکت های جهان حق زندگی عزتمندانه را دارند. معتقدم که دیر یا زود حقوق افراد، خانواده ها و کل جامعه ها در هر گوشه از جهان حرمت خواهد یافت. احترام به حقوق مدنی و بشری در لهستان و برای هویت ملی ما به سود تمام اروپا است چون لهستانی صلحآمیز به سود اروپا و آرمانهای لهستان برای آزادی هرگز خفه نخواهد شد گفتگو در لهستان تنها راه دست یافتن به صلح درونی است و به این دلیل که عنصری ضروری برای صلح در اروپا هم هست بذاری تکرار کنم که حالا ضرورت بنیادین در لهستان تفاهم و گفتگوست فکر می کنم که همین برای کل دنیا صادقه ما همچنان باید به گفتگو ادامه بدیم نباید هیچ دری رو ببندیم یا کاری کنیم که راه رسیدن به تفاهم مسدود بشه و همینطور باید به یاد داشته باشیم که تنها صلحی که بر پایه عدالت و نظم اخلاقی ساخته شه صلحی پایدار خواهد بود در بسیاری از نقاط جهان مردم در جستجوی راه حلی هستند که دو ارزش پایه رو به هم پیوند بده صلح و عدالت این دو و هر جامعه ای حقی سلب ناشدنی نسبت به این دو ارزش داره هیچ کشمکشی بدون انجام هر کار ممکنی برای قدم نهادن و در پیش گرفتن این راه حل نخواهد شد زمانه ما اختزامی میکنه این آرمانهایی که در سراسر جهان وجود دارند به رسمیت شناختشند کوشش های ما و تجربه های خشن ارزش همبستگی انسانی را برای جهانیان افشا کرده. با قبول این امتیاز افتخارآمیز به کسانی می که با روحی همبستگی با اونها پیوند دارم. اول از همه اون کسانی که در مبارزه برای حقوق کارگران و حقوق مدنی در کشور من بالاترین هزینه رو دادن به قیمت جونشون اون دوستانم که برای دفاع از همبستگی از آزادیشون هزینه دادن و محکوم به زندان شدن و یا در انتظار محاکمه هستن هموطنانم هم که در جنبش همبستگی تحقق آرمانهاشون به عنوان کارگر و شهروند و دیدن و تحقیر دیدن و آماده ایثار هستند و آموختن که شهامت رو با حکمت بیامیزند و سرسختانه به حرکتی که آغاز کردیم وفادار موندند. همه کسانی که در سراسر سر جهان برای حقوق کارگران و حقوق سنفی برای عزت مردمان کارگر و برای حقوق بشر مبارزه می کنند. بر بنای یاد بودی که در ورودی کشتی سازی گدانسک نصب شده به یاد کسانی که در دسامبر 1970 جان دادن این کلمات مزامیر حک شده خداوند به مردمش قدرت خواهد داد خداوند برکت صلح را به مردمش خواهد داد بذارید این کلمات پیام برادری و امید ما باشند شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی توانا مراجعه کنید